این مصاحبه تقریبا بیش از یک ساعته، چون آقای دانیل ژلن مهمان من بود در داخل استودیو و ایشون اینجا تاکید میکنه و میگه که آمریکایی ها میخواستن به گونه ای شاه رو تحویل بدن تا گروگان هاشون آزاد بشه در تهران، و وقتی هم که شاه در قدرت بود من شاهد این بودم که در حتی در همین فرانسه به دانشجوها رو تعریف میکردن علیه پادشاه، باید در نظر داشته باشیم که بیماری شاه نیز بود و امریکا بازی خطرناکی کرد و مثل همیشه خب میدونی که دیپلماسی با کسی است که قوی تر هست. وقتی نقش شاه رو من بازی کردم اون قسمت پایانی عمرش بود که مجبور شده بود از این کشور به اون کشور بره تا جای امنی برای زندگی و ماندن پیدا بکنه، تا اینکه داخل به قاهره رفت و در قاهره از دنیا رفت. من دیدم که از نظر پزشکی تو تاریخ بود امریکا رو یک کتابی نوشته بودن که برخوردی که با شاه کردن یک اسکاندال بزرگی افتضاح بود به خاطر که شاه رو به مصر فرستادن. این خیلی مهمه، تاکیدش به این مسئله، شاه رو به مصر فرستادن بدون دارو و لوازم پزشکی در راه برای معالجه. آقای دانیل ژلن هنرپیشه مشهور فرانسوی تاکید میکنه که خمینی هدفش این بود که ایران رو به قرون وسطا برگرد. On a l'impression de faire un retour vers le Moyen-Âge. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en ce moment dans tous les pays où l'islam prend trop d'importance. On a l'impression d'un très grand retour en arrière. Monsieur Daniel Ghelan, vous... Alors...